سلام دوباره، بخش ورزشگاه و در این بخش ما میزبان استاد دین محمد صافی هستیم، مشاور ارشد و رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان. در رابطه با شروع لیگ فوتسال افغانستان میخوایم صحبت بکنیم با جناب صافی صاحب. سلام، خوش آمدین، صبحتان بخیر. سلام بر شما، سلام به تمام بیننده های شما، عرض ادب به کسانی که علاقه خاص به فوتبال و فوتسال دارن. بسیار خوش آمدید استاد صافی. بر ما بگوین که چطور که امسال قرار شد که لیگ فوتسال متفاوت تر از سالهای قبل برگزار شود و بسیار دقت صورت گرفته به ای که با چه برنامه ریزی این برنامه امسال برگزار شده و پخش هم میشه از یکی از رسانه ها. فدراسیون فوتبال افغانستان با استراتژی پلانی که داره هر 4 سال پلانای خود میسنجه. ما اینو پیشبین بودیم از چند سال به این طرف، اما زمانی که ما دیدیم که فوتسال دستاوردهای بسیار گسترده‌ای داشتن، از جمله دستاوردشون در المپیک آسیایی مقام 4 میگیره افغانستان و مثل تیم های بزرگ مثل چین، مثل امارات، مثل مالدیو، مثل بعضی کشورهای دیگه قوی تره، اینا رو میبرن تمام دنیا و تمام ورزشکارای ما خود فدراسیون متوجه میشه که این واقعا یک پدیده جدید است در خانواده بزرگ فوتبال که فوتسال باشه. و خوشبختانه فوتسال با اشتراکی که در تورنمنت ها داشت نتایج بسیار خوبی داشت. ما در کابل یاد دارم که یک جیمنازیوم داشتیم و امروز 255 جیمنازیوم راجستر داریم در سطح خود کابل و این تاثیر خود میکنه. بر اساس ما استراتژی پلان زمینات سنجیده شد و یک مؤسسه سی که واقعا به اسلام مبتکر بود که ما هم کار بود FRD با ما آمدن یک جای شدن و IOM یا USID اینا مؤسساتی بودن، تلو تلویزیون لمر و اتصالات عزیزی بانک، اینا اسپانسرهایی بودن که هم آمدن با ما یک جا شده و انشالله برنامه را پیش بردیم. خوشبختانه آغاز بسیار خوبی داشتن و امروز روز سیومش است، تا به حال بسیار نتایج خوبی داشته. اصلا شما در فیسبوک ها ببینید، در سایت فدراسیون ببینید، در تلویزیون ها ببینید، یک شور شفیدگی در افغانستان با وجود آمده. اما تو که دستاوردهای کرکت و فوتبال بالا بود، امروز فوتسال هم خود در ردیف از اون قرار میگیره. دقیقاً جناب صافی صاحب، این شور شوق با چه شعاری آغاز شد؟ یک شعار بسیار جالبه که ما اونجا با همین مؤسسه‌ای که مبارزه میکنه، مبارزه علیه قاچاق انسان بلد. و شما میفهمین که افغانستان قاچاق انسان تهدید میکنه و خصوصا نسل جوان ما که ما در میانگین جوان در کشور ما بالاتر است، بالاترین ارقام جوان داره، چی طبقه اناس چی ذکور، و این جوانهای ما به نوع زنها باید از وطن اینا دستور داده میشه یا باندهای مافیایی موجود است که اینا رو میکشن. به همین اساس است که مثل که ما مبارزه علیه مواد مخدر میگیم، نه اینمطور ما مبارزه علیه قاچاق انسان میگیم. وقتی نیروی انسانی از یک جامعه برد، دیگه در جامعه چی میمونه؟ به اون اساس است که تورنمنت ما رو انداختیم که مردم از طریق فوتبال و خانواده های ملی ما و ملت عزیز ما متوجه شوند که جوان خود، اولاد خود حفظ کنند در وطن خود. باور کنین که من زمانی که در افغانستان میام با غرور در میدان تا میشم وقتی وطن خود میبینم، اما در بیرون یک بیگانه هستیم، هیچ نوع آزادی نیست، فقط آزادی های ظاهری، یک قفس طلایی. اما خوشبختانه وطن ما امروز همه چیز داره. اگر آدم بخواهد تنها همین جنگ و تهدیدات امنیتی نباشه، دیگه این دنیا ای افغانستان نیست. تیم هایی که در این لیگ اشتراک کردن چند تیم هستن و تمامشان از کابل هستن یا از ولایت ها هم اشتراک کردن؟ ما چون ابتدایی کار بود برای هموطنان عزیز خودی پیام بدیم که انشالله سال آینده به شکل زون و منتخبای زون ها در کابل مسابقات خواهد داشتن. امسال از خود لیگ برتر کابل شروع کردیم و همیال شما میبینین که تیم صداقت تماما بچه های تیم ملی ما که ما از مهاجرین جمهوری اسلامی ایران داشتیم، اینا همه آمدن در قالب یک تیم و نیم دیگه از یک از افغانستان بود در قالب تیم فیصل شریف حاضر شدن و یک تعداد دیگه هم که تیم ملی 14 نفر ما مانده و نام به تیم های دیگه مثل طوفان وزیر آباد و امثال هم. خوشبختانه کیفیت می 8 تیم خیلی بالاست. یه 8 تیم در دو گروه الف و بی ساختیم، صداقت، شمس مرزایی، فیصل شریف و دانشگاه دنیا یک سمت هستن و سمت دیگه شما که گروپی بیشتر صدیقی و
طوفان وزیرآباد، زائر اسد و عمرخل، اینا با هم همروزه از ساعت 9 الا 11 بازی میکنن و به شکل لایف از طریق تلویزیون خوب لمر پخش میشه و ژورنالیست های بسیار کارکشته اونا رو تفسیر میکنن و گپ میزنن و خوشبختانه تا جایی که به سایت ما مراجعه میکنیم و شور شفی که در جوان ها میبینیم بسیار استقبال خوب شده. جناب صافی صاحب، یکی از آرزوهای فدراسیون فوتبال افغانستان این بود که با شروعی که آغاز کردن که ما بتانیم فوتبال خانه به خانه بسازیم، آیا به آرزوی خود رسید هم فدراسیون فوتبال افغانستان؟ بله، در 2013 زمانی که ما افغانستان قهرمان میشه در جنوب آسیا، شما دیدین که چی یک شور شفه در داخل افغانستان به وجود آمد، خانه به خانه، قصبه به قصبه، دی به دی یه فوتبال رفت و ما ایده در سطح خود نی، در سایت خود نی، بلکه در تمام نقشار جامعه ایده دیدیم و چه قسم استقبال شد که یک استادیوم مال و مال از انسان، میدان هوای جای مرد به اصطلاح با ازدحام بود، پشت سر از این فایر پلیر که فوتبال افغانستان گرفت، یعنی فوتبال جوان مردانه را که تندیس از او کپ گرفت و شما خبر شدن که حالا بیترین جایزه را امسال در فیفا افغانستان گرفت که او جانشین و یا یک الگویی که میتونه که در بازی های حرفه‌ای یک جمنازی استیدیوم که یک فدراسیونی که میتونه مدیریت خوب کنه سپورته، مثلا در گراس روت ورزش پایه، مثلا طبقه اوناست، مثلا ساحلی ما امروز چهارم آسیا میشه، مثلا فوتسال ما چهارم آسیای المپیکی میشه، فوتبال ما امروز در ردهای سینی 14 سال و 16 سال ما قهرمان میشه. اینا چیزهایی است که باورهایی است که فدراسیون فوتبال ثابت کرد و نشان داد. جناب صافی صاحب، پس یک تعداد کسایی که فوتبال آغاز کردن و منتظر هستند که وارد این خانه شوند، سال آینده فوتسال درش برای از اونا باز خواهد شد؟ شما اتو فکر کنین که فوتسال دیروز از یکی از وزارتخانه ها آمده بود چرا ما نیستیم در این بازی کن، ما اول استقبال کردیم که وزارتخانه زود متوجه شد، اما ما سیستم دارم گروپ سی، گروپ بی، گروپ الف و گروپ برتر، یه هر کدام از اینا کتگوری ها داره، در هر کتگوری سن 8 تیم ما راجستر داریم، 8 تیم 12 سال، 14 سال، 16 سال، 18 سال، مطابق به دستور فیفا یک سال تاق یک سال جفت ما اینا رو داریم و هر تیم که علاقه من داشت باشه ما ایره در جام های رمضان، در جام های رمضان یکی از شگفتی هاست زمانی که یکی از کارمندان بسیار ارشد اف سی داخل افغانستان شد، خوشبختانه ای گفت فوتسال شما اینقدر تبلیغات میگین چی دارین، ما خوشبختانه شبای رمضان بود با 12 جمنازیم میره شب بردم که مردم دید که بالاتر از 500 600 نفر در هر جمنازیم ای دید گفت ایتس امیزینگ، ای چی جالب است، ای چی رقم افغان های ورزش میکنن و امروز که در جنوب آسیا و در آسیا در آسیا حتی در سطح جهان امروز در رنکینگ فیفا ببین که افغانستان در کدام پله ها سود کرده و به می خاطر است که ما میخواهیم که استقبال کنیم هر کسی که میخواد در هر جای تورنمنت، هر جا شعار ریاست فدراسیون می بوده، هر جا توپ لول می خوره پشت از فدراسیون فوتبال است. بله، ما هیچ جای مانی نیستیم، هر جای استقبال می کنیم، هر نوع تورنمنت استقبال می کنیم، هر نوع تیم سازی استقبال، هم در چوکات همون نظمی که ما داریم از گروپ ها باید شروع شد. بله، سلامت باشین، لطف کردین تشریف آوردین، اگر صحبتی باقی مانده بسیار کوتاه می‌خوام بشنویم. فقط یک پیام دارم، پیام ما ایست که فوتسال ملت عزیز ما حمایت کنه و همونطور که از خانه های خود نظارت میکنه و در یک سایت خارجی من دیروز خواندم که 3.5 میلیون نفر فوتبال فوتسال دیروز از طریق لمر سیل کرده، 50,000 تنها در یوتیوب دیدن، این چیزهایی است که ما سرچ کردیم، خوشبختانه بسیار باور بزرگ است و در سایت فدراسیون تعداد زیاده. من می پیام ای است که کوشش کنند که از نزدیک بیان، ما هم وی آی پی به میمونا داریم و جاهای هم به تماشاگر. جناب صافی صاحب، اگر در یک کلمه بگوین تیم های امروز، تیم امروز بازی بسیار جالب خواهد بود بین دانشگاه دنیا و شمس مرزایی که واقعا اینا هر دو تیم خوب هستند، فکر میکنم یک تیم یکی از بهترین تیم های فوتبال کابل است. خیلی هم سپاسگزار هستم، تشکر میکنم شما که منعکس کردین فوتسال. سلامت باشید، خوش آمدید. وقفه میگیریم، پس از او هم برمیگردیم با دنیای از کودکی میخوایم صحبت بکنیم.